اینجا در بلخ گرامی داشت از 94مین سال روز اعلام جمهوریت در ترکیه بار دیگر بستر را به عطا محمد نور انوار کرد تا مخالفان سیاسیش را کنایه زند. والی بلخ میگوید رهبران حکومت در برقراری امنیت بی‌پروا‌اند و وضعیت مردم از زمان طالبان بدتر شده است. داعش گسترش پیدا میکنه. سوال خلق میشه چرا داعش زده نمیشه؟ چرا داعش بمباد نمیشه؟ در جلال آباد که بمباد میشه به خاطر اینکه طرف شمال بیاین. از جلال آباد بیا کنر، از کنر بیا و نورستان، از نورستان بیا بدخشان، از بدخشان باز تقسیم بده کل شمال. بخشی از سخنان دیگر آقای نور به انتخابات آینده ریاست جمهوری پیوند داشت. ما خلاقمندی نیست که بریم رئیس کمیسیون تدارکات خاص شون. فهمن نامش وزارت پیش کردن من قبول ندارم نمیگم. مگر وقت اگر تصمیم گرفته باز کاندید میکنم برای ریاست جمهوری بخیر اگر خاص موصول بود. ادعای دیگر والی بلخ متوجه حکومت وحدت ملی است. حکومت ما گویا در صدد است که جنرال دوستم به افغانستان نیاید. یک کار غیر قانونی است. ما که جنرال دوستم بسیار مشکلات داشتم. بسیار جنگا کردیم. شاید 700 نفر بین ما کشته شده باشه. بسیار حرفای رکی که ما علیه دیگر گفتیم. وقتی که میبینیم که ما دشمنی داریم که به هیچ کسی ما و به هیچ قومی ما، نه به پشتونی ما، نه به ازبکی ما، نه به تاجیکی ما، نه به آذری ما، نه به ترکمن عرب و عجم و ایماقی ما، به هیچ قومی ما رحم نمیکنه و هیچ قوم نمیشناسه. حال ما فهمیدیم که همه باید با هم باشیم. این اظهارات پیش از این از سوی حکومت رد شده است. آقای نور همچنان از امریکا میخواهد تا در راهبرد جدیدش در قبال افغانستان جایگاه احزاب سیاسی را روشن کند. در غیر آن این راهبرد ناکام خواهد ماند.